حال ما یک مثال انتگرال دوگانه را حالت سوالش در نظر بیاریم. سوال ما مطرح میکنیم این قسم. سوال مطرح میکنیم این قسم. F x و y عبارت است از x و y مربع. و دیر این قسم یک ناحیه است. ای عبارت از صفر و سه انتروال ضرب صفر و یک این قسم. یادآوری میکنم که درس پیشتر در درس قبلی دی قسم بود که ما یه قسم نوشته کردیم اما دی این قسم است ای و بی ضرب دی و سی و دی این ای قسم گویا مساحتش بود بی منفی ای ضرب دی منفی سی. اینجا مساحتش سه واحد است. این حال سوالی تو مطرح میشه که انتگرال دوگانه اف اکس و وای روی ناحیه دی این محاسبه میکنیم. انتگرال دوگانه f x و y ds روی ناحیه دی تمام گپ همینجاست. حال ارقام داده شده هر کدومش مشخص است. ما میفهمیم این اینجا نوشته میکنیم پس میبینیم x از چند تا چند تحول میکنه از صفر تا سه این از صفر تا سه وای از چند تا چند؟ از صفر تا یک. تابع اف اکس و وای عبارت از این نمی است. اکس وای مربع. دی اس چی است؟ این نمی. دی وای دی اکس. اول ما این سر انتروالی اکس را نوشته کردیم. این آخرم اکس. دیگه ایشم این ای قسم در نظر می گیریم. بنابراین ما طبق عادت قبلی خود حال ما در حالت محاسبه یک انتگرال ساده هستیم. انتگرال دوگانه نی بلکه انتگرال مکرر. انتگرال دوگانه مفهوم هندسی یا فیزیکیش است و انتگرال مکرر این هم تکرار انتگرال یکتایی است. حالا بین قوس ما انتگرال میگیریم نظر به وای یعنی وای را از بین میبریم. چی کار میکنیم؟ ما نوشته میکنیم از صفر تا سه آله این ایرم همو قوسش نوشته میکنیم. اکس هم غرض نمیگیریم وای هم میتونیم نوشته کنیم وای مکعبی بر سه از صفر تا یک این ای هم دی اکس. حالتی از کدام مشکلی ندارم. معنای بین قوس کلان زیر انتگرال واضح است. یک دفعه یک را وضع میکنیم یک دفعه صفر نوشته میکنیم. انتگرال از صفر تا سه آل یک اگر وضع کنیم اکس ضرب یک بر سه منفی اکس ضرب صفر بر سه. اگه خیلی مفصل نوشته کنیم ای دی اکس ای مساوی می شود به یک بر سه انتگرال اکس دی اکس از صفر تا چند تا سه. آله ما این رو محاسبه می کنیم یک بار می بینیم انتگرال اکس نظر به x یعنی تابع f x نظر به x طبعا شما میفهمید که مساوی میشه به یک بر سه خودش است. x انتگرالش یک بر دو x مربع یعنی اگه دوباره مشتق بگیریم همی است. از چند تا چند؟ از صفر تا سه. این را همی رقم نوشته میکنم یک بر سه ضرب دو ضرب دو مکعب این در باری دیگه صفر وزن کنیم صفر میشه اینجا نوشتن هم میکنیم
دو مکعب، یک دوره به دو اختصار میکنیم، دیگهش میشه دو دو چار، چاری بر سه. یک بار ما همی کار خود ارزیابی میکنیم. در محاسبه انتگرال دوگانه یا انتگرال مکرر جزئیاتش فراوان است، لحاظا کار خود یک چک میکنیم. سوال گفته شده، اینی توبه داده شده، اینی ناحیه تعریفش است، ما میخواییم انتگرال دوگانه را در روی اینمی ناحیه پیدا کنیم. در حقیقت این مقصدش حجم یک توبه است، حجم یک شبیه یک منشور است، مثل اینکه حجم یک کوهره از یک تابه جور کنیم، اگر ما کوه از قاعدهش قطع کنیم، سمت بالایش بر طبق یک قاعده باشه، حجم کوه رو مشخص میکنیم، یا حجم یک تونل رو مشخص میکنیم. اما به شرطی که سقف تونل رو طوری که یا منحنی اگر مستوی باشه خب بسیار ساده تر میشه، اگر باز منحنی باشه هم ساده است، این مسخفش یک تابه را تشکیل میده و ما انتگرال دوگانه ایشه که عبارت از حجمش است پس یک انتگرال تکراری یا انتگرال مکرر ارجاع میدیم. این ای شد x از 0 تا 3، این x از 0 تا 3، y از 0 تا 1، این y از 0 تا 1، اول y بعد از x. و حالا چنانچه دیده میشه مقصد ما نمی است که این می انتگرال اول وای تعریف شد. وای ری که انتگرال میگیرم در انتگرال معین وای از بین میره، از جنسی اکس اکس به وجود میاد. اینه انتگرال وای مربع چند است؟ وای مکعب بر سه، اکس رو غرض نمیگیرم، صحبت از بیرون از اون انتگرال میبره. اینه ای اکس وای مکعب بر سه. حالا یک رو وضع کنیم، این یک بر سه میشه، صفر رو وضع کنیم، صفر بر سه میشه dx. این یکی ورسه بیرون آمد x dx. x dx یکی ورسه خودش x اگر انتگرال بگیریم x مربع میشه بر دو. این یکی کویا از صفر تا سه. حالا یک یه عدد جامع نگاه داشتیم، اینجا ما سه مکعب، سه مکعب میگیریم، یک سه شبه دو مکعب، دو رو به دو اختصار میکنیم، دو دانه دوی دیگه میمانه، چاری بر سه میشه. یعنی ما همی انتگرال تونستیم که محاسبه کنیم انتگرال مکرر. حالا ما سعی میکنیم یک انتگرالی بنویسیم که حدودش متحول باشه در حالتی دوم که گفته بودیم. این را ما پاک میکنیم، یعنی این را پاک میکنیم. شما در نظر بگیریم که انتگرالی که حساب کردیم 4 بر 3 بود. حالا ما میشه که حدود انتگرال هر دویش ثابت باشه، هر دویش یک تابع باشه، باز بالاخره ما بتانیم او رو محاسبه کنیم. این حاله ما یک قسم نوشته میکنیم. دوم f x و y، f x و y مساوی است به x جمعی وای مربع. این یک قسم یک توبه است، سعی میکنیم توبه ساده باشه. و حدود انتگرال x از 0 تا 2 وای از چند تا چند؟ وای از x تا 3x. این یک قسم یک توبه ساده است. ببینید پیشتر هم همین قسم نوشته کرده میتونستیم، البته به شکل دومش. این در حقیقت این دی را تعریف میکنیم، یعنی دی مساوی میشه صفر و دو ضرب اکس و سه اکس. حالا همه ساعتی از این هم یک شکل میتونیم بنویسیم، حالا لزومی نداره. این ای تابه روی از این ناحیه که عبارت از دی است تعریف میشه. ما اینمی انتگرال دوگانه ایش میگوییم که انتگرال دوگانه روی دی از افی میشه که هیچ افی اکس اول نوشته نکنیم، دی اس، اما سیمبولیک همی رو نوشته میکنیم، این نوشته میکنیم، ای از چند تا چند؟ آن اولش از صفر تا دو، این از صفر تا دو، این انتروال x است.
آله انتروال وای این وای مساوی به اکس تا وای مساوی به سی اکس آله این ایره تاور اینجا نوشتم میکنم چی نوشتم میکنم اکس کمی وای مربع اکس دی وای و دی اکس این انتگرال ما محاسبه میکنیم این انتگرال محاسبه میکنیم و طبعا حال ما چون جای تخت کم است ما از اینجا قسمتش خلاصه تر میسازم این بین قوس رو مشخص میسازیم که اول داخل قوس انتگرال گرفته شد هر چیزی که شد نوشته میکنیم پس نوشته میکنیم انتگرال از صفر تا دو ایکس از صفر تا دو آله اینمی بین قوس دومره نظر به وای انتگرال میگیریم طبعا هر کس میفهمه ایکس که انتگرال بگیریم نظر به وای ایکس وای میشه عدد ثابت است مثلا نیوز ایکس پنج باشه انتگرال پنج چند است؟ پنج ایکس آله وای مربع انتگرالش چند است؟ یکی بر سه وای مکعب است این از چند تا چند از ایکس تا سی ایکس حال اینجا نوشته میکنم دی ایکس اینجا این دو دفعه سی ایکس در جای وای وضع میکنیم کلش از جنس ایکس جور میشه و به انتگرال ساده تر تبدیل میشه از صفر تا دو اما جزئیاتش فراموش نمیکنیم این سی ایکس اینجا وضع کنیم سی ایکس که اینجا وضع کنیم نوشته میکنم ایکس ضرب سی ایکس این دیگه جمع یک بر سه سه اکس مکعب این یک قسمتش من قوس کوچک رو به دو طریق نوشته میکنم آل این قسمت دومش ما وضع میکنیم چی را؟ اکس وضع میکنیم این را معمولا نوشته میکنم اکس ضرب اکس جمع یک بر سه اکس مکعب اینه ای آله ما انتگرال از چند تا چند باید محاسبه کنیم اینه از اینجا تا اینجا دی اکسشون به رنگ سرخ نوشته میکنم مشخص شد اینه انتگرال آله ایره محاسبه میکنیم اپتیمایز میکنیم یعنی به ساده ترین و مناسب ترین شکلش تبدیل میکنیم طبعا این مساوی میشود انتگرال صفر تا دو این نوشته میکنیم سه اکس مربع شمی این آن سه سنو یک سبه اختصار میشه سه سنو سنو استفت پس نو آن اکس مکعب نو اکس مکعب منفی دیگه چی میشه اکس مربع آله اینجا میشه منفی یک بر سه اکس مکعب این این هنوز میبینیم که یک توبه کشال شد صدقه سر ما کشال بود ما ایره کمی مختصرتر میتونیم نوشته کنیم از صفر تا دو این اینجا هست سه دانه اکس مربع این یک اکس مربع از کم شده میشه دو دانه اکس مربع و آله از نو اکس که 927 27 بر 3 اکی کم شد 26 بر 3 منفی 26 بر 3 x مکعب هیچ تکلیفی نداره دی اکس اینه ایره محاسبه کردیم اینقدر شد هنوز ما تنها افاده تحت انتگرال از اینجا تا اینجا افتیمایز کردیم شکل مناسبش این شکلش رو میگیریم مینویسیم حالا انتگرال میگیریم دو اکس مکعب میشه دوی بر سه اکس مربع دو اکس مربع میشه دوی بر سه اکس مکعب منفی 26 بر چند سه ضرب 4
این هم میشه x به نمای 4 این از 0 تا چند تا 2. این محاسبه هم مشکل نیست. این ایرم صفر که وضع کنیم صفر میشه و وزن میکنیم دو رو وضع میکنیم نوشته میکنیم 2 بر 3 ضرب 2 مکعب منفی 26 بر 3 ضرب 4 ضرب 2 به نمای 4. این عدد محاسبه میکنیم. این عددی که محاسبه کنیم 2 2 4 2 4 8 2 16 میشه 16 بر 3 منفی آله 2 2 4 2 2 4 به این 4 اختصار میشه 1 4 دیگه میمانه 2 2 4 4 6 4 ضربی چند 26 4 6 24 2 4 8 8 2 10 104 بر 3 این آل پروه نداره. معمولا وقتی محاسبه میکنیم همیشه ضمانت نشده که انتگرالی که محاسبه میکنیم حتما مثبت بیایه، امکان داره منفی بیایه و اگر خواست باشیم حجم پیدا کنیم طبعا قیمتی مطلقش هست. این ای مساوی میشه به 3 6 که از 14 رفت 8 دیگه 1 که از 9 رفت اینه 88 بر 3. بازم کار خود یک دفعه ارزیابی کنیم. هر باری که محاسبه میکنیم ارزیابی میکنیم. چرا؟ جزئیات بسیط زیاد داره، جزئیات خیلی پیچیده و تئوری نیست، بسیط است، در حد پولینوم ها است، ولی امکان داره آدم اشتباه کنه. پس ما این میان تیک تابه داده شده، این انتروال x، انتروال y، یعنی ناحیه تعریفش d است. انتگرال دوگانه روی d از این تابه و از این تابه x از 0 تا 2، این از 0 تا 2. وایش از چند؟ از x تا 3x. وای از x تا 3x. این خودی تابه x جمع x مربع. ویژه جا به جا ما مشخص کردیم که اول کجایش انتگرال میگیریم. اول نظر به وای انتگرال میگیریم. نظر به وای که انتگرال بریم. اکس انتگرالش نظر به وای. اکس وای. وای مکعب میشه یک که بر سه اکس. اگه دوباره نظر به وای مشتق بگیریم. امی توبه میشه. از چند تا چند؟ از اکس تا سه اکس. اینه این مشتق کردیم از اکس تا سه اکس. کجایش از اکس تا سه اکس است؟ وای از اکس تا سه اکس است. پس اینه. حال اول اینمی تحتی افاده تحتی انتگرال تحلیل میکنیم، اپتیمایز میکنیم، بیس یک توبه از جنس یکس پیدا میکنیم. معنای از ایچی هست؟ یک دفعه سه رو وضع کن، یک دفعه اکس از هم دیگر تفریق کنیم. این جای وای سه اکس، این ای سه اکس. باز جای وای سه اکس، این ای سه اکس. و جای وای باری دوم، یک دانه اکس، این یک دانه اکس. بازم یک دانه در جای وای یک دانه اکس اینه وای مکعب است، پس اکس مکعب میشه. اینه ای انتگرال کلش نظر به اکس انتگرال گرفته میشه. این هم حالتش کشول است. طبعا این میشه سه اکس مربع، این میشه سه سه نو سه نو بیست و هفت تقسیم سه نو اکس مکعب، این هم میشه اکس مربع، این اکس مربع، این هم میشه یک که بر سه اکس مکعب، منفی یک که بر سه اکس مکعب، هر دویش منفی. یک دانه اکس مکعب از اکس مکعب خلاص میشه. دو اکس مکعب این حاله یک بر سه، سه نو بیست و هفت، یک واحد کم بیست و شش بر سه اکس مکعب. این رو انتگرال میگیریم. این رو که انتگرال بگیریم این اکس مربع میشه اکس مکعبی بر سه، اکس مکعب سهش اینجا آمد و این میشه اکس به توان چاری بر چار، این اکس به توان چاری بر چار از صفر تا دو. حالا دو رو وزن میگیریم، صفر رو وزن کنیم، هر دویش صفر میسازیم. دو رو وزن میکنیم، اینه دو دو به نمای سه، این اینجا نوشته میکنیم دو به نمای چار. وقتی که دو به نمای چار محاسبه کنیم این قوسش هم کمی خوب باشه که اون تو پشته باید نیسته، ولی قوسش کچه بودر باشه. حالا دو دو چار، دو چار هشت، دو شانزه، شانزه ای بر سه. دو به نمای دو دو چار به چار اختصار، دو دانه دوی دیگه میان چار، چار شش بیست و چار، دو چار هشت، هشت و دو ده، یک صد و چاری بر سه. از یک کم شده این با علامت منفی این
با علامت منفی منفی 88 بر 3. ای عبارت است قیمت انتگرال دوگانه در ناحیه دی است. و ما بعدا مثال پیشرفته تر شمد درزم. بله، ما حال تعویض متحول در انتگرال دوگانه را بررسی میکنیم. یعنی اگر متحولین x و y را به ایسی توابعی از دو متحول جدید وضع کنیم، باز چی کار میشه؟ ما اینجا تابع x وضع میکنیم. x یک تابع میشه، این تابع فی از u v. از u v. y عبارت از یک تابع c از u v. پس این دو متحولی که ما تعویض کنیم با تحلیل منطقی ناحیه دی تغییر میکنه. این ناحیه هست ولی از جنس متحول به ناحیه دی زبر تغییر شکل میده. این وضعی اکس اینه. ما نوشته کردیم فی از یو وی. این وضعی وای نوشته کردیم پسی از یو وی. حال تغییری از اینو اینه اینجا یک شکل. اگر نمیش چکلی می سیمبول شما دقت کنین، در سی روز اول ما گفته بودیم تابع میتریکسی و دیترمینانتی یا کوبی. این دیترمینانتی یا کوبی متحولین اکس و وای نظر به یو و وی هست. یعنی یک تابع ویکتوری میتونه تعریف شده باشه در دو متحول داره نیکنه یک متریکس دیترمینانت باشه. دیترمینانت یا کوبی بعدم دیوی یا دیو اینم. این قسم ناحیه اول و دومش تشخیص میشه، از روی ناحیه حدود انتگرال مکررش تعیین میشه و بالاخره ای را که تحلیل کنیم از ای به ای برگردانیم و بعد از این دیزاورش را نوشته کنیم، ما میتونیم انتگرالی زیر پیدا کنیم. چنین انتگرالی زیاد مطرح میشه، اما اغلبا اگر از سیستم مختصات قائم به سیستم مختصات قطبی برویم، یعنی دمی متحولین تعویض متحولین در انتگرال دوگانه در سیستم قطبی بنویسیم یا به عبارت دیگر انتگرال دوگانه در مختصات قطبی، انتگرال دوگانه در مختصات قطبی، یعنی در سیستم مختصات قطبی بنویسیم، همه این شکل داره. همه گپ ها رو ما در سیستم مختصات قطبی میفهمیم. شرایطش چطور نوشتم؟ معمولا در سیستم مختصات قطبی x مساوی می شود به r کوساین تیتا، y مساوی می شود به r ساین تیتا. آله اینجا می بینیم x از جنس دو متحول r و تیتا، y از جنس دو متحول r و تیتا به عوضی u و و همچنین اگر یادتون باشه در درس اول متریکسی یا کوبی x و y نظر به r و تیتا دیترمینانت یا کوبی اینه، ایش مساوی شده بود به r ما محاسبه کردیم، دوباره اونجا بر نمیگردیم اینه. پس این چیزان داریم. پس انتگرال دوگانه تعویضی انتگرال دوگانه از جنس r و تیتا عبور میکنیم به انتگرال دوگانه از حالت مختصات قطبی به حالت سیستم از حالت سیستم مختصات قائم به حالت قطبی پس نمی انتگرال چی شکل اختیار میکنه؟ انتگرال این انتگرال f x
وای اینه باز همه دیره نوشته میکنیم اما دیره ما میتونیم در آینده ای دی اس شد ایره دوباره باز همیره هم نوشته میکنیم دیزاور آل دی و دیزاور اینجا چی فرق میکنه؟ اونجا آر است اکس از چند تا چند ای تا بی سی تا دی اینجا باز اکس از چند تا چند آر از چند تا چند و جایش تغییر شکل میده ما ایره کوشش میکنیم سعی میکنیم ده مثال پیدا کنیم اما اینجا نوشته میکنیم F ایوازی R ایوازی X نوشته میکنیم R یعنی ایوازی X باش که نوشته کنیم R کوساین تیتا و R ساین تیتا آله ایوازی D اینه یا کوبیانی X و Y نظر و R و تیتا هست دی آر این خودی آر بعد از این نوشته میکنیم دی آر دی تیتا اگه دو تاره ما و هم دیگر مقایسه کنیم هیچ کدامش مشکلات ما در این نداریم که ما ایره تشویش را داشته باشیم ما ای چیزاری وزی اکس ایره نوشته میکنیم ای وزی وای او را نوشته میکنیم اینا را تغییر شکل میدیم و این آهیه را ما میتونیم حدس بزنیم از چند تا چند بیاید ما سعی میکنیم یک مثالی صادره از سیستم مختصات قطبی بنویسیم رسن همین سیستم مختصات قطبی این قسم نوشته کنیم ببینیم چی تو محاسبه میشه اول در سیستم مختصات قطبی در این شکلش میگیریم صادره نمشته میکنیم بعدا یک مثالی عمومیتر در نظر میگیریم حالا ما یک مثالی بسیار مهم میره این انتگرال تابعی ای بنمای اکس مربع جمع وای مربع دی وای دی اکس دی وای این حال ای رو ما از جنس مختصات قطبی تعویض میکنیم و ای رو به دست میاریم البته از جنس مختصات قائم اینمی خیلی ساده نیسته و البته قیمتش در نهایت هم ریا غلط میشه حالا وقتی که ما از جنس مختصات قطبی هم تعویض کنیم یا غلط میشه ما سعی میکنیم اینجا ایتو نمشته کنیم اکس ما تعویض میکنیم مساوی میشود به آر کوساین تیتا وای رو وضع میکنیم مساوی میشود به آر ساین تیتا بسیار خوب طبعا اکس مربع جمع وای مربع طبعا مساوی میشه به چی؟ آر مربع آله و در اینجا مهم که میمانه تحلیل میمانه حدودش اگه اکس صفر باشه این نوشته کنم از اینجا اکس صفر باشه آر چند باشه که به هر کوساین جواب بگویه کوساین تیتا از اینجا آر مساوی میشه به صفر و اما اگر وای خب اگر اکس بی نهایت باشه مساوی به آر کوساین تیتا یعنی آر وقتی ثابت باشه کوساین تیتا چی وقت بی نهایت میشه وقتی که تیتا مساوی به پای بر دو باشه همه تیتا برای ساینم کفایت میکنه لحاظا ما در جای آر این نوشته میکنیم چی نوشته میکنیم؟ آر از صفر تا آل از اینجا اگر بگیریم این آر بی نهایت باشه این نوشته کنم بی نهایت مربع مساوی میشه اکس مربع یا وای مربع هر دویش بی نهایت یا یکی از اینا بنابراین وای بی نهایت شه بنابراین یک حالتش میشه این هم ایره این تو نوشته میکنم آر از صفر تا بی نهایت باش که از صفر تا بی نهایت ای آر است و تیتا میشه از صفر تا پای بر دو پای بر دو ای وضعی از این نوشته میکنیم ای به نمای منفی آر مربع این اکس مربع جمع وای مربع آر مربع است حالت جایی دیترمینانت یک کوبی هم
اینو بیشتر گفتیم دی ترمینانتیا کوبی در سیستم مختصات آر است. دیگه چی ماند؟ دی آر پی دیتا این انتگرال به یک قسم یک انتگرال ساده تبدیل شد، هرچند که امکان داره بعضی از این ترس بخوره به این شکل و شمایلش، ولی مشکل نیست. این رو ما میتونیم این اینجا بنویسیم. این گویان اینجا نوشته میکنیم انتگرال از صفر تا پای بر دو. حالا انتگرال از این نظر به آر، اول نظر به آر این انتگرال زوب میکنیم. اگر ما تعویض کنیم ایره اینه آر ما به یا آر مربع را وضع کنیم یو دو آر و این مساوی میشه به منفی یکی بر دو ای و نمای منفی آر مربع این ایره این یک قسمه حدود میتون باز تحلیل میکنم از صفر تا بینای. دیگه چی میمونه؟ بعد از دیه دیتا میمونه. این نظر به دیتا محاسبه کنیم. بسیار خوب. آل ایره چی تو یک بار ایره تحلیل میکنیم که آیا ما مشتق بشه درست گرفتیم یا انتگرالشه. انتگرال از اینه این ای رقم مساوی میشه به ای. چرا؟ آر مربع را ما به وضع میکنیم مساوی به یو دی آر میشه منفی دی آر و آر دی دو آر دی آر دوره کیو طرف انتقال بدیم. دوباره تکرار میکنیم. اگه همی انتگرالش را بگیریم اینه خودش مساوی به خودش میشه ضربی صورتش، صورتش منفی دو آر میشه منفی دو آر. وقتی ضربی ازی کنیم یک دان آر میمونه، یعنی هیچ چیزش. میبینیم که ما دقیق انتگرال گرفتیم. اما اگر بتونیم این قیمت هایش محاسبه کنیم، بسیار ساده. آره اگر ما بی‌نهایت وضع کنیم مربعش بی‌نهایت تر میشه و بنابراین توان یک عدد که منفی بی‌نهایت باشه خودش صفر میشه. اینه ای چند شد؟ مساوی میشه انتگرالی از صفر تا پای بر دو اینه. حالا نمیره اگر نوشته کنیم بی نهایت بود یعنی صفر میشه منفی. حالا صفر رو وضع کنیم منفی یکی بر دو اینه منفی منفی یکی بر دو شد. اگر توانی اگر عدد صفر شد هرچی که باشه مساوی به یک میشه. دیدی تو سعی کنید چی قدر ساده شد. ای به شکلی ساده شد که یکی بر دو مثبت شد. اینه دی تیتا از صفر تا پای بر دو. این حالا شما بگوین انتگرال دی تیتا چند میشه نظر به تیتا؟ انتگرال دی تیتا خود تیتا میشه اینه این میشه پخبلت تیتا. تیتا از چند تا چند؟ از صفر تا پای بر دو. اینه دوباره جای تیتا وزن میکنیم پای بر دو منفی صفر. این مساوی شد به پای بر دو. ما در حقیقت این انتگرال بسیار معروفی است که توسط ازی میتونیم انتگرال گاوس را تعریف کنیم. انتگرال گاوس در احتمالات در احصائیه در زیاد جاها محاسبه میشه به حیث مساحت منحنی نرمال با محور ایکس یعنی که احاطه میکنه. او عبارت از جذر پای است. خوب هر صورت این همی انتگرال البته یک حالت تغییری یافته ایش بازم و مساحت منحنی نرمال میشه. اما اگر فرصت داشتیم در روزهای آینده ما دوباره همی انتگرال گاوس را به کمک همی انتگرال تحلیل میکنیم. یعنی ما اینجا این انتگرال به طور خلاص اگر بگوییم این دوباره اگر من اینجا تکرار به رنگ سرخ نوشته کنم ما پیدا کردیم انتگرال از صفر تا بی نهایت باز از صفر تا بی نهایت ای به نمای منفی اکس مربع جمع وای مربع اینه ای مثل دی وای دی اکس محاسبه کردیم پای بر دو.
اینجا ما دو علف برآورده ساختیم. یکی ما متحول تبدیل کردیم، تغییر دادیم، از تعویض کردیم از حالت قطبی به حالت قائم، یکی. و دوم انتگرال، انمی انتگرال تغییر دادیم به سیستم مختصات قطبی و ایر محاسبه کردیم. یعنی ما میتونستیم به غیر از این انمی انتگرال وضع کنیم، این انتگرال قطبی ما در سیستم قطبی محاسبه کنیم. اما ای از تغییر شکل یزی به این حالت بهتری اومد و ایر ما میتونیم این انتگرال مساوی شد به پای بر دو. پای بر دو، پای هم یادتون باشه، همیشه میدونیم سرشوری چارده حالت چیزش هست، حالت ساده ایش، حالت بسیطش سرشوری چارده است. ولی اصلا در مثلثات هم که مطرح میشه میگم یک زاویه پای رادیان است. وقتی قواره پای در مثلثات پیدا میشه، این هرم تیتو زاویه ایش پای وردو، اگه ما درجه تبدیل کنیم 90 درجه است و اما پای خودش سرشوری 14 رادیان است، سرشوری 14 رادیان که تقسیم دو کنیم، یعنی پای بر دو میشه قیمت عمومیش.